یک سوال دیگر، چرا حضرت علی در مقابل ابوبکر عمر شمشیر نکشید؟ چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور در از کار داده بود که شمشیر یعنی جنگ در پا نشه، ولی امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام از خجالت ابوبکر عمر در آمد. او زمان که عمر خواست که قبر دختر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیدا کنه، چون ایشان شبانه در خاک سپرده شدند، امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب وقتی خبر در ایشان میرسه، شال و عبای زرد رنگی که در هنگام جنگ می پوشیدن می پوشن، ذوالفقار در کمر می بنده و میره در اون منطقه و عمر بن خطاب را پیدا میکنه. هست در روایات که عمر را از گلو گرفته در زمین میزنه و پای راست خود روی گلوی عمر میذاره و قسم جلاله یاد میکنه که اگر در این کار ادامه بدید اینقدری از شما میکشم که زمین از خونتان سیراب شه. که عمر سگ ماده وری زوزشی در میاد که ما یک شکر را خورد شما کتابیا. که با وساطت ابوبکر و اینها امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام از کشتن عمر منصرف میشه. خب درسته، ما زیاد اطلاعاتون زیاد نیست. خوب جیگر، مقصد دیگه ما همین در خیر لایف آقا، این همین که جسیم بدانی امروز میشه. امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب بر پدر مادر ابوبکر و عمر و عثمان لعنت، این همین بس است، این همین که بدانی بس. درسته. بعض یک چیز دیگه داشت، هنجا. داستان قصر فدک من کاملا نمیدونم، میشه یک باب فدک، توضیح مختصر باب بدید؟ فدک پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی با یهودیان قلعه خیبر جنگید، ایشان وقتی دلاوری های امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام دیدن، اینها تسلیم شدن و گفتن که در عنوان جزیه تعدادی از باغ ها را، تعدادی از زمین ها را در پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بخشیدن که باغ فدک نیز جزء از این باغ ها بود. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آیه نازل شد که در دل قربا در نزدیکان خودم باید از این ببخشه که باغ فدک در فاطمه زهرا سلام الله علیها بخشید. که بعدا ابوبکر وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شهادت رسید، ابوبکر از پیش خود یک حدیث جور کرد که پیغمبر گفتن نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه الا صدقه، که من شنیدم پیغمبر گفت ما ارث در جای نمیذاریم، هر چه گذاشتیم صدقه. باغ فدک از فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفت، ولی در زمان عمر، عمر را پس داد، عثمان را پس داد. خب درست داشت عزیز دیگه. دل خدا خیرت بده.